اصولی ترین روش نگهداری میوه های پاییزی و زمستونی رو بهتون آموزش دادم. تا آخر ویدیو رو نگاه کنید تا میوه های فصل رو به بهترین و تر و تازه ترین شکل نگهداری کنید. اول ویدیو یه ترکیب خفن با لیمو ترش بهتون آموزش میدم. لیمو ترش رو قاچ کنید، به 4 قسمت تقسیم کنید و داخل فنجون های قهوه قرار بدید. روی لیموها به اندازه یک قاشق غذاخوری نمک بپاشید. اگه لیموها کوچیک بودن نصف قاشق بریزید. به اندازه که نمک ها مرطوب بشن الکل روی لیموها بریزید. چند تا دونه هم میخک روش قرار بدین. مایه لباسشویی معطر که توی خونه دارید رو بیارید و روش بریزید. باید بوی خیلی قوی داشته باشه. از مایه لباسشویی استفاده کنید که خوشبو کننده هم دارن. این یه خوشبو کننده طبیعیه که درست کردیم. تو هر جایی از خونه که دوست داشتیم میتونین قرار بدین. توی حموم، سرویس بهداشتی، جلوی پنجره ها، جا کفشی، هر جایی از خونه که میخوام بوی خوبی بده قرار بدین. بریم سراغ ترفند نگهداری میوه جات. اگه خرمالوی خریدین که سفته و نرسیده و طعم گسی داره، واسه اینکه خراب نشه ولی زودتر برسه داخل کاغذ قرار بدین و توی یخچال بذارین. بعد یک هفته بدون اینکه پوستش خراب بشه نرم میشه و میرسه. قابل خوردن و خیلی شیرین تر میشه. حتی دیگه نیاز نیست پوستش رو بکنید. با پوستم میتونید نوش جان کنید. برای نگهداری طولانی مدت انار توی یخچال میتونید از این روش استفاده کنید. به این صورت که اونا رو داخل ظرف مناسبی قرار بدین، توی یخچال قرار بدین و روش دستمال حوله‌ای بکشید. به این دلیل که دستمال حوله رطوبت اضافی میوه رو به خودش میکشه و مانع خراب شدنش میشه. تا 1 ماه با خیال راحت میتونید میوه های انارتون رو داخل یخچال نگهداری کنید. اگه سیب‌های سرخی دارین و به این تر و تازگی هستن، حتما اینجوری نگهداری کنید تا خراب نشن. داخل ظرف مناسبی قرار بدیم و با کاغذ مابینشون رو پر کنید تا به هم تماسی نداشته باشن. به دلیل اینکه میوه سیب گاز اتیلن تولید میکنه، اگه یکیشون خراب بشه میتونه همه اونا رو خراب کنه. پس مابینشون کاغذ بذارید تا مانع خراب شدن مابقی میوه ها بشید. البته میتونید یه تیکه اسفنج هم روی میوه ها قرار بدین تا رطوبت اضافیشون رو بگیره. میوه به میوه‌ایه که خیلی دیر میرسه. حتی اگه از درختم بچینید باید چند روز صبر کنید تا برسه. نگهداری اصولیش هم به این صورت، اونا رو داخل سفره پارچه‌ای قرار بدین، بپیچید و توی جای تاریک از خونه بذارین تا زرد رنگ بشه و برسه. توی این فصل برای دور کردن حشرات از باغچه هاتون دور تا دور گل و گیاهاتون رو دارچین بپاشید. یا اینکه میتونید از چوب کبریت استفاده کنید. دور تا دور گیاهتون بچینید و با خیال راحت برید خونه هاتون. دیگه نیازی هم نیست از حشره کش یا کوتاه مخصوص استفاده کنید. گوگردی که روی سر کبریتا هست حشرات رو از خودش دور میکنه. اگه تو طبیعت هم میخواین آتیش درست کنین و وسیله‌ای ندارین، این ماده آتش‌سا رو درست کنید و خیال خودتون رو راحت کنید. صابون رو رنده ریز بزنید، داخل یه بطری آب بریزید. بطریتون حتما باید خشک باشه. با احتیاط روی ترکیبی که درست کردیم بنزین اضافه کنید. نسبت صابون به بنزین یه چیز مشخص نیست. موادتون رو باید طوری تنظیم کنید که حالت خمیری بگیره. روی چوب، برگ یا هر چیزی که جمع کردیم مقداری از این ماده آتش‌سا رو اضافه کنید و روشنش کنید. درجه آتیشتون روشن میشه و میتونید پخت و پز رو شروع کنید. برای دیدن ترفندهای بیشتر کانالمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم روشن کنید تا ویدیوهای بعدی هم براتون نمایش داده بشن. ممنونم که تا آخر ویدیو رو با من همراه بودین. خدا نگهدارتون.